درود فراوان خدمت همه فارسی زبانان و همیهنان عزیزم در سراسر دنیا. هومن هستم در کنار دوست عزیزم آرش با قسمت دوم از پادکست دانستگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که بتونیم ساعت خوشی رو براتون مهیا بکنیم. همونطور که عرض کرده بودم اینجا در استودیو رادیو دانستگی، این بار با مبحثی در مورد عجایب هفتگانه، یکی از عجایب هفتگانه و اهرام ثلاثه مصر و در اهرام ثلاثه مصر با هرم جیزه در خدمت همیهنان عزیزمون هستیم. امیدواریم که از مبحث امروز برنامه خوشتون بیاد و لذت ببرید. آرشان در خدمت شما هستیم. منم درود میفرستم به شنوندگان عزیز و همونطور که من گفت در خدمت شما هستیم. خب من قبل از اینکه آرش عزیز بخواد صحبتش رو شروع بکنه، یه چند نکته کوچیکی بود که حالا زیاد وقت شنوندگان عزیز و وقت برنامه رو نمیگیرم، همینطور وقت آرش عزیز رو. در وهله اول باید عرض کنم خدمتتون که خیلی سریع ما با قرار دادن پادکست اول کاملا شوکه شدیم. ما ممنونیم از همه عزیزان، همه دوستان که صفحه یوتیوب ما رو تماشا کردن، وقت گذاشتن. دستبوس یکایی که شما عزیزان هستیم، اون دوستانی که صفحه فیسبوک ما رو لایک کردن، خاک پاتون سرمه چشمان ما. و ما همونطور که در پادکست قبلی من بهش اشاره کردم، ما نه از کسی کمک مالی دریافت میکنیم و نه خواهیم دریافت کرد. تک تک هزینه های این پادکست، فیسبوک، طراحی وبسایت، تمام اکوپمنتی که ما اینجا داریم، همه در واقع هزینه شخصی از پول شخصی خودمون داریم هزینه میکنیم. رو همین حساب ما از شما انتظار داریم که ما رو حمایت بکنید، همونطور که عرض کردم نه پولی، با سابسکرایب کردن صفحه یوتیوب ما، با لایک کردن صفحه فیسبوک ما و با بازدید وبسایتمون و همینطور در آینده نزدیک با دانلود کردن اپمون. بازم عرض میکنم به عنوان کلام آخرم قبل از شروع مبحث اصلی برنامه، تشکر میکنیم از یکایی که شما عزیزان که ما رو با یک اپیزود، با یک قسمت به این شکل حمایت کردید. قربون همتون برم. منم به نوبه خودم از یکایی شما تشکر میکنم. امیدوارم که هر روز بتونیم قوی تر از دیروز به فعالیت خودمون ادامه بدیم و همینطور بتونیم از حمایت گرم شما برخوردار باشیم. خب همونطوری که عرض کردم خدمتتون، تشکر میکنم از آرش عزیز. همونطور که عرض کردم خدمتتون، مبحث امروز برنامه مبحث اهرام ثلاثه مصر و در میان اهرام ثلاثه مصر هرم گیزه یا جیزه یا گیزا، به همه این اسما من در منابع مختلف ازش دیدم، یا هرم خوفو هستش، هرم بزرگ. که اهمیت این هرم در میان عجایب هفتگانه این هستش که این هرم تنها عجایب هفتگانه این هستش که تا این لحظه تونسته به حیات خودش ادامه بده. و خب هر دوی ما اطلاعات زیادی در مورد این هرم داریم، منتها خب اطلاعات آرش خیلی بیشتر از من هستش و این شد که آرش عزیز زحمت این اپیزود رو به عهده گرفتن که من خودم خیلی هیجان زده هستم که بتونم از اطلاعات خوب آرش بتونیم استفاده بکنیم. آرش جان، این گویه این میدان خورده منو جوگیر کردین الان. خب عزیزم، دوستم اول خورده یه سری از حقیقت هایی که همگی یعنی باهاش منتقدیم، یعنی همگی میگن که همچین چیزی بوده و هست، درست. میخوام یه سری مرور بکنم از اینجور چیزا. یکی اینه که 20 سال طول کشیده که هرم خوفو رو بسازن، یعنی بزرگترین پرمیدی که الان ما داریم که مال خوفو هستش، در شهر گیزا هستش که اسمش هم خوفو هستش، 20 سال طول کشیده که اینو ساختن. حالا وقتی که ما این تایم فریم رو که میدونیم، یه سری از مشکلات برامون پیش میادش، یعنی یه سری از چیز سوالات خیلی زیاده برام پیش میاد که چطوری در 20 سال همچین استراکچری که به این بزرگی رو تونستن بسازن.
خیلی چیزای جالبتر هم هست دربارش، که سنگایی هم که تراشیده شده و برده شده پیشه، یعنی رفتن باش ساختن نزدیک نبوده، خیلی حداقل 8 مایل فاصله داشته. درسته. پس بنابراین یه ترانسپورتیشن خیلی طولانی و سختی های خاص خودش در اون زمان. دقیقا، چون که ببین نگاه کن، سنگا رو میتراشیدن و خیلی هم صاف بودن، خیلی صاف بودن و قشنگ، و اینا رو تونستن ببرن تا اونجا برسونن که هیچ آسیبی هم نبینن، و خیلی جالب روی هم دیگه گذاشتن و شکستگی هم حتی نداشتن در اون زمان. درست. به این جالبی بوده. بله دقیقا، نکته جالب قضیه اینجا هستش که چون در واقع محل قرار گرفتن اهرام در وسط صحرا بوده، این مشکل در واقع سنگ پیدا شده، یعنی سنگ ها همونطوری که شما فرمودین از 8 مایل که میشه، حالا مثلا ما اگر 8 رو ضرب در 1.6 بکنیم میشه حدود 10، بیشتر از 10 کیلومتر اونورتر سنگ تراش های فرعون این سنگ ها رو میتراشیدن، و همونطور که شما فرمودین حمل و نقل این مسئله چیز خیلی سختی بوده، یک مسئله خیلی سختی بوده که اینها از 10 کیلومتر اونورتر سنگ ها رو میتراشیدن، که سنگ های حالا شما بهش خواهی رسید، گرانیت و سنگ های مرمر بوده، تراشیده میشده و میآوردن به محل این بنای عظیم، که فلواقع بحث زمانی رو که شما مطرح فرمودید این بوده که در زمان مصر باستان، چون فرعون خودش رو خدای مردم مصر میدونسته تا حدودی، مردم مصر بر این باور بودن که اگر قبل از این که فرعون از دنیا بره این حرم ساختش به پایان نرسه، دیگه فرعون نمیتونه به خدایان بپیونده و آفتاب همیشه در سرزمین مصر غروب خواهد کرد. خیلی جالبه. این یک نوعی که الان شاید داخل کتابای تاریخی بخوای امروز بخونی شاید همچین چیزی نوشته باشه، ولی خیلی بحثا در این رابطه هست. شما خیلی چیزای مختلفی هست که هیچ کس هم نمیتونه بگه که اشتباهه، کدومش درسته و کدومش اشتباهه. آره، حالا جالبش اینجاست که مثلا نمیتونی بگی که مثلا آقا اشتباهه، حالا یکی میگه من این فلان چیز داخل پرمیت دیدم، و شما بیان بگین که اشتباهه. شما میتونیم نگاه بکنیم میگی با اون چیزایی که نوشته درسته، حقیقته، ولی نمیتونم بگم انکارش بکنم. درست. چون هر چیزی که میخوای انکار بکنی بعد یه اوییدنس دیگه بیاری، یه شاهد دیگه بیاری که بتونی بگی که مثلا کار شما غلط بوده. حالا جالبش اینجاست، حالا شما که میگین هرم بوده و طوری که دربارش میدونی به عنوان یه هرم، یعنی حالا بگیم به زبان عادی قبر یه نفر بوده و کار خاصی هم نمی‌کرده، یعنی اصلا چیز مهمی نبوده. حالا من یه سوال از خودت دارم هومن جان، اگه جوابشو بدونم. نه، یه سوال که نظریه. آه، اوکی. هرم خوفو تقریبا 2.5 میلیون سنگ، یعنی 2.4 میلیون تعداد سنگایی که 2,400,000 آره، تعداد سنگ، آره، تعداد سنگایی که باشن رو درست کردن. حالا بعضیاشون اوریج، یعنی اگه همشون آره میشه 2.5 تن، یعنی یک سنگ 2.5 میلیون تن. آره، حالا سنگای ما داشتیم که 90 تن هستن، خب اونها خیلی بالا هم هستن، داخل هرم هستن. درسته. خب این یه جوری مشکل میشه برامون الان. خب اصلا اینجا مشکل از همینجا شروع شد، خب چالش شروع میشه، یعنی اینجا از اینجا شروع شد که طرف برای یه قبر گرفته سنگایی که این همه وزن داشتن و این قشنگی تراشیدن و از 8 مایل گرفتن آوردنش که رو هم بزنن که قبر یه نفر باشه. حالا اینجاشو بذاریم به کنار، حالا 20 سال که طول کشیده اینو درست کردن، چطوری 20 سال شده اینو درست کنن؟ اگه ما بخوایم تقسیمات بکنیم به عنوان ریاضی و همه اینا، میشه تقریبا باید در 20 سال 1.1، یعنی 1.1 سنگ در هر 2 دقیقه بعد روی هم گذاشته میشه، اونم اگر که 100,000 نفر کار بکنن 10 ساعت در روزی 365 روز در سال. این همه اینا رو هم جمع بکنی در طول 20 سال
هرم خوفو ساخته خواهد شد. یعنی شما گفتی که در هر یک دقیقه و هر دو دقیقه یک نقطه یک سنگ باید قرار داده بشه. بله، یعنی تا جایگاه آخرش رسیده باشه. حالا اینا رو ما داریم میگیم، یعنی تراشیده شده باشه و همه کارا شده باشه، کل پروسه پروژه. آره، باید در کل پروسه باید یک سنگی از تولید به مصرف دو دقیقه طول بکشه. درسته. حالا شما اینو تکنولوژی امروزه، حالا ما میتونیم مثلا بگیم که مثلا یک سنگ کار نمیکردن با یک سنگ در یک زمان. درسته. حالا شاید هزاران سنگ مثلا در راه بوده. آره، ولی با تکنولوژی امروزه هم بخوای همچی کاری بکنی خیلی سخته. و البته اینم بگم، نمیگم نشدنیه و جرات اینم ندارم که بگم شدنیه با تکنولوژی امروزه که بتونیم ما پیرامید بسازیم. درسته، ولی من میخوام اینو بگم، خب قطعا میتونیم بسازیم. ببینیم، ما بنا رو میتونیم بسازیم، اما آیا رازهای درون خود هرم رو میتونیم بسازیم؟ آره، من منظورم همونه. درسته، حالا از بیرونی شاید ما بتونیم بسازیم، ولی کارهایی که مثلا یه چیزی من بهت بگم، میدونستی اگه یه بطری آب ببری در داخل هرم خفو یا هر کنم از سه تا هرما، آب و بطری رو سرش رو واب کنی و برعکس بکنی نمیریزه؟ نه، من اینو نمیدونستم. آره، همونطوری ثابت وای میسته و نمیریزه. حتی ویدیوهاش هم داخل یوتیوب و این برابر زیاده، میتونی نگاه بکنی که میرن داخل آرکیالوجیستا، باستانشناسا و آب و اصلا کلا مایه رو که وا میکنن برعکس میکنن نمیریزه. خب یه چیز خیلی ساده شو دارم بهت میگم، خیلی چیزای زیادیه که ما یک ساعت اصلا خیلی وقت کمیه که بتونیم دربارش صحبت کنیم و در زمان آینده حتما بازم دربارش صحبت میکنیم. درسته، من حالا اتفاقا میخواستم همین رو بگم. حالا یه نکته کوتاهی در میان صحبتات میخواستم این رو عرض کنم که ما حتما در مورد دیگر عجایب هفتگانه هم صحبت خواهیم کرد، در مورد هر هفت عجایب هفتگانه دنیای قدیم که در واقع این قسمت میشه گفت قسمت اولش هستش، که هرم خوفو و فانوس اسکندریه و و و مجسمه زئوس. من یه سری اطلاعاتی هنوز داخل کامپیوترم هستش در مورد سرچایی که داشتم قبلا، که حالا انشالله در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. خب حالا میخوام یه اشاره بکنم در باره تاریخ ساخت هرم خوفو و هرمای دیگه که در بغلش هستن. می‌دونی که در رابطه با تاریخ ساخت این هرم‌ها خیلی بحث‌های زیادیه که کی اینا ساخته شده. و الان داخل کتاب تاریخ امروز بخوای بخونی در کالج یا داخل های اسکول یا هر جا بخوای بخونی، میگن تقریباً 2600 سال BC اینا ساخته شدن، قبل از میلاد مسیح. بله، ولی خب الان مشکلات ما برمی‌خوریم. حالا اگه پادکست ما رو به صوتی گوش میکنین، من بهتون توصیه میکنم که حتما ویدیو رو ببینین، چون داخل ویدیو عکسای ما گذاشتیم که خیلی رپ به این موضوعی که ما صحبت میکنیم داره. اگرم صوتی گوش میکنین و نمیتونین ویدیو رو نگاه بکنید، حتما برین داخل و سرچ بکنین که درباره این که عکس سفینکس رو ببینید، که در واشن میخوام خورده توضیحات خیلی کوتاهی بدم و میتونید حتی سرچ بکنید سفینکس Water Erosion Hypothesis و خیلی عکسای جالبی هستش در واشن. میخوام یک کوتاهی صحبت بکنم و اینه که حالا اگه بگیم 6000 در کتاب تاریخ امروز نوشته شده که 6000 سال پیش این هرما ساخته شده، با مارکایی که روی سفینکس هستش و هرم خفو و هرمای دیگه خیلی سازگاری نداره. ما روی سفینکس یه مارکای مینه سفینکس، البته بگم به فارسی هومن جان میدونی چی میشه؟ نه، هم مجسمه سریه که مجسمه ابوالهول رو منظورم، آره، که به عنوان میگن حفاظت هرم بوده. درسته، که جلوش هستش، فقط یه سره و بدنش بکنم شیره، که دست، آره، بدنه شیره و سر انسانه. درسته. یه مارکایی هستش روی این مجسمه که تقریبا از گردن شروع میشه، که فقط این مارکا با بودن آب در، یعنی مجسمه در عمق آب بوده، قرار گرفته بوده، به خاطر همین این مارکا هنوز روی این مجسمه مونده. و آخرین دفعه‌ای که آخرین سالایی که در این قسمت آفریقا آب بوده تا این قطر
آخرین موقعیت آخرین سالهای آیس ایج بوده، زمانی که آیس ایج آباش داره آب میشده و سیل خیلی بزرگی اومده خیلی جا، و این قسمت آفریقا هم آب بوده و حدود 13,000 سال پیش، یا میتونیم بگیم که آره 13 تقریبا 9,000 تا 13,000 سال پیش، حالا بستگی داره که کدوم قسمت کی آب شده و کی آب نشده. خب پس ما یه تایم فریم میذاریم که بین 9000 تا 13000 سال پیش که آبا آب شده بودن و در این قسمت یخ آب شده بودن. آره آره یخ آب شده بودن و در این قسمت که این مجسمه هست و هرم خوفو هست، آب به عنوان سیل اومده و در این منطقه قرار گرفته بوده، به یه مدتی به خاطر همین مارک های خودشون رو به جا گذاشتن. بسیار عالی. خب من یه سوالی الان برام راستش بخوای آرشم پیش اومد، و اون سوالی هستش که شما همونطور که فرمودین 2600 سال قبل از میلاد مسیح این بنا ساخته شده، یعنی یه چیزی که نوشته شده، و ما الان 2000 سال هم که داریم از میلاد مسیح داره میگذره، میشه 4600 سال پیش. خب حالا بگیم حالا 6000 کلا. خب نه آخه 4600 سال تا 6000 حدود 1000 سال تفاوتشه. نه درسته، متوجه. چون مثلا ما اگه بگیم حالا 5000 مثلا تخمین بزنیم 5000، برای من این سواله، اصل یخبندانی که در 11000 سال پیش به پایان رسید، یعنی آب شدن یخش چقدر طول کشیده؟ و خب یعنی منظور اینه که 4-5000 سال یا 6000 سال بینش فاصله است. بله. خب من همین دارم میگم، الان گفتم در کتاب های تاریخی امروزی که بخوای بخونی به دلایل خاص خودشون، حالا دلایل هزار تا دلیل میتونه باشه، میتونه این باشه که ایجپت دوست داره که بگه که نسل ما این پیرامیدا را ساختن، این مال ماست، این یکی از چیزهای آرتیفکت های مهم نسل ما هست، و خاطر همین دلیل هم اتفاقا خیلی از جاهای همین هرم یا سپینکس و اینا، خیلی از آدمایی که از خارج میان، باستانشناسای خارجی اجازه ندارن و برن نگاه بکنن، و خیلی چمبرایی که پیدا میشه یا همون اتاقای قدیمی که دسترسی نداشتن و یه رفیقی پیدا میشه به هر دلیلی، اول ایجیپتولوژیست میره داخل، اونایی که خودشون آدمای مصری هستن و از همون کشور مصری، آره، اول اونا میرن داخل و ببینن چی به چیه و خیلی چیزها رو ور میدارن. بعد از زمانا مثلا یه چمبری بود که حالا اسمش یادم نمیاد، ولی میتونم اگه برام مثلا داخل برنامه اضافه بکنیم، 20 سال طول کشید که اجازه دارن یک شخص خارجی بره داخل این چمبر و ببینه چی هستش داخل چمبر. خیلی چیزا رو قایم میکنن، به خاطر دلیلش هم همینه که میخوان تاریخو کم بکنن که به نسل خودشون برگرده. حالا اون که میگفتی که چرا بینش اینقدر فاصلهش، این دلیلش اینه که من دارم میگم که اویدنسایی هستش که بگه که مثلا این پیرامیدا قبل از 10000 سال پیش ساخته شده، ولی در کتابایی که الان میخوایم تاریخ الان میخوایم بخونیم میگه که فقط 4500 یا 5000 سال پیش درست شده. الان متوجه شدم. آره، و دلیلش هم همینه که دوباره تاکید میکنم که مصری ها دوست دارن که بگن که این نسل ما اینا رو درست کرده، و به خاطر همین. خب درسته، به هر حال که ببین ما چه بخوایم چه نخوایم، اون بنای تاریخی داخل مصر. آره، ولی خب اونا اینطوری نگاه نمی کنن، چون که الان اگه بخواد دقت بکنید مصر رو همگی به اهرام مصر و سفینکس و یعنی کلن مصر رو به خاطر همین میشناسن. درست میگم یا نه؟ شاید خیلی اصلا نمیدونن که مصر داخل آفریقاست، میگن اصلا مصر رو نمیدونم، اصلا این چیز خیلی جدا فکر میکنن و دلش همونه، و اونا هم دوست دارن همینطوری ادامه بده و یه چیز یعنی نسل ما دوباره برمیگره به نسل ما، به زمین ما ایرانی ها که افتخار میکنیم به تخت جمشید. فکر بکن مثلا یه نفر بیاد بگه که آقا تخت جمشید شما مال 2500 سال پیش یا 2000 سال پیش نیستش، این مال 8000 سال پیش، اصلا مال داریوش نبوده. حالا به هر حال همگی شوکه میشن و میگه آقا ول کن نمیخواد دیگه تحقیقات بکنی. درست. یه مملکت و کل پدرامون، مادرامون، پدر بزرگا و همه نسلمون به عشق همین تخت جمشید خیلی یعنی ما هممون نسل در نسل به این بنا عشق ورزیدیم. درسته. حالا بخوان اگه اونو از ما بگیرن چه اتفاقی میفته؟ همون، درست، دقیقاً. و مشکلم همینه.
خب آرشان، الان میخواستم ازت خواهش بکنم که یه مقداری در حد یه چند خطی در مورد ویژگی های اهرام برای ما توضیح بدی. فقط چند خط عزیزم؟ چند خط بیشتر نشه، باید قول بدی. ببین یه چیز جالبی که خیلی برام مهمه، حالا من یه چند تا نکته براتون میگم، بعد آخر سری هم به میشه گفت یه سوال ازت میپرسم. اینه، یک چیز مهمی که اساس هر سهرام گیزا دقیقاً با صورت فلکی شکارچی هم میزانن، یعنی در یک خط با هم دیگه هستن، هم ردیف و هم تراز هستن. دقیقاً درسته. و یعنی هر جور حساب بکنی این یه چیز خیلی جالبیه. حالا عکس‌ها دوست دارم، بازم تاکید میکنم اگه عکس‌ها رو ندیدین میتونین حتی داخل گوگل بازم نگاه بکنین که ستاره‌ها دقیقاً در بالای این سه هرم قرار میگیرن. درست. یعنی منظورت اینه که ستاره‌های اصلی صورت فلکی شکارچی همونطور که گفتی سه ستاره هستش. بله. و این سه ستاره بالا سر این سه هرم قرار داره. آره، از لحاظ جیومتری هم بخوای حساب بکنی، خط کشی بکنی، اونم در گوگل هست، خیلی وبسایت دارنش، ما سعی می‌کنیم در ویدیو پادکستمون قرار بدیم. خیلی جالب قرار گرفته از لحاظ جیومتری بخوای حساب بکنی. یکی این هم و یه چیز دیگه هم که هستش، فکر کنم خودت هم میدونی که هر سه هرم در دقیقاً در وسط خط کره زمین قرار گرفته. درسته. حالا نکته که الان به ذهن من رسید، نکته خیلی جالب بود که صورت فلکی شکارچی در واقع ستاره شناسان این صورت فلکی شکارچی رو یکی از زیباترین صور فلکی موجود در آسمان میدونن. این نکته هستش که شباهتی که این صورت فلکی با اسمش داره بسیار زیاد هستش، یعنی انسانی هستش ایستاده با یه تیرکمون و مردم اون زمان یه گاوی رو شبیه به در واقع یک صورت فلکی گاو مانندی رو نزدیک صورت فلکی شکارچی دیدن و اسم اون صورت فلکی رو هم گاو گذاشتن. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که صورت فلکی شکارچی نیمیش در نیمکره شمالی دیده میشه و نیم دیگرش در نیمکره جنوبی دیده میشه. خب اینم باز یه نکته جالبی بودش که من به ذهنم رسید و تونستم این رو عنوان بکنم. بله، خیلی ممنونم از کمک دایزم. خواهش می‌کنم. خب حالا این یه چیز خیلی جالبی بود. حالا یه چیز جالب دیگه بهت بگم، البته نمیدونم میدونستی یا نمیدونستی، آیا میدونستی که هرم و هر سه هرم در زمان قدیم در زمان ساختشون رنگشون در از سفید بوده؟ خب الان من با یه سری وقتی که شما الان این حرفو میزنیم یک سری اطلاعات دیگه ای اصلا توی ذهن من نقش بست که حالا سفید که بوده، یه سری در واقع اعتقادات و یک سری نظریه هایی در رابطه با این رنگ سفید گفته شده که حالا اگر وقت بود و اگر شما صحبت تموم شد باز هم وقت داشتیم من به این نکته اشاره خواهم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. گفتنی اینقدر در مورد این مطلب زیاد هستش که گفتم باید یه 10 تا پادکست حداقل ثبت بکنیم که بگیم بتونیم کامل در مورد این مطلب که این سهرام فقط کجا قرار گرفتن، یعنی جا داره، یعنی خیلی میتونیم در مورد زیاد صحبت بکنیم. حالا دلیلی که سفید بوده خاطر خیلی براق هم بوده، خیلی براق و خیلی هم صاف، یعنی مثل الان که ما داره میبینیم اصلا نبوده، چون که سنگای بیرونش چیز بوده، سنگای آهک میگیم، سنگ آهک لایمستون به انگلیسی میشه، سنگ آهک و سنگای زیری که الان ما داره میبینیم سنگای چیز گرانیت و الان دیگه ما داریم تقریبا بازمانده اون چیزی که خیلی سالهای پیش قشنگ تر بود داریم الان میبینیم که به این قشنگی الان به قشنگی فکر بکن زمانی که تازه ساخته بودن شاید قشنگ بود، سفید و نور خورشید بهش میخوره، آره برق میزنه، خیلی هم جالب و قشنگ. اون هم عکسش در گوگل هست، اون هم در پادکست هست، عکس بازسازی شده اش دیگه در واقع، آره که چه شکلی بوده در اصل. خلاصه این چیزای جالبیه که دربارشه و حالا من از
تا حالا تا اینجا که ما صحبت کردیم میخوام برگردم به صحبت اولی خودت اومد جان، که گفتی که این پرمیتا، این هرما به خاطر این ساخته شدن که برای یعنی دیگه هرم یک شاه بوده، درست. چیز خاصی هم نبوده، فقط همین. آیا به نظرت این همه زحمت، این همه مهندسی که در این سهرم استفاده شده دلیلش فقط همین بوده؟ حالا من خیلی چیزای دیگه شو هنوز صحبت نکنم و صحبت میکنیم، به نظر هنوز همونه دلیلش؟ خب نه، ببین به هر حال نکات بوده که شاید ما ازش خبردار نبوده باشیم، شاید ازش خبردار بوده باشیم. پیچیدگی ساختمان اهرام ثلاثه مصر یکی به این دلیل بوده که ثروت شخصی فرعون هم با فرعون دفن شده و اون زمان مشکلاتی وجود داشته. همین من توی جایی خوندم، به درستیش زیاد اطمینان ندارم اما خب منبعش خوب بود، در جایی یا خوندم یا شنیدم، دقیقا یادم هم نیست، اما همین خوفو فرعون زمان مصر، من شنیدم که جنازه مادرش رو میدوزدن. درسته. خب و خوفو دوست نداشته که دزدیده بشه از داخل حرم خودش، به همین دلیل، یعنی چون به حال فرعون و ملکه مصر با لباس سلطنتی و با آرایش مخصوص و با طلا و جواهر و گنجینه شخصیشون دفن میشدن. درسته. و همین حساب به حال اون زمان هم دزدها و کلاشای بودن که دنبال یک ثروت بادآورده بودن و سعی میکردن که دستبرد بزنن به اهرام ثلاثه مصر. رو همین حساب پیچیدگی این هرم و اون مهندسی که شما داری ازش صحبت میکنی یکی از دلایلش این هستش که خوفا دوست نداشته که هم ثروتش هم بدنش در واقع به سرقت بره. اینو من شنیدم. حالا یه سوال از تو دارم، اگر یه پایگاه هوایی باشه که در زمانی که مثلا 10,000 سال یا 10,000 سال پیش، حالا یا 5,000 سال پیش، که دانش دقت باشه که مثلا خدایان مثلا از یه جای دیگه میان و تنها جایی هم که میان و سیارش یا همون چی میگن، عرابه میگن، هرچی میگن، روی اون میشینه و حالا خدایان مثلا یا نیستن یا هستن، راهت رسیدن به پیش خدایان چی هست به نظرت؟ همون که بری داخل اونجا دفنت بکنن دیگه، درسته؟ درسته، ولی میتونیم این رو یه جوری باور مردم اون زمان قرار بدیم. یعنی ما با دانشی که الان داریم که ما نمیتونیم بگیم چون یه نفر رو دفن کردن داخل یک جای خیلی اسرارآمیزی طرف میره به خدا میرسه. خب آره، دارم میگم من به اندازه دانش اون زمان دارم میگم، هم اون هم البته اینو که بگم این ایده، نظر. آره این نظریه رو از از کتابای زکریا سیچین گرفتم که هرمای مصر یا همون گیزا از پایگاه هوایی بودن که خدایان در اون زمان میمدن و یعنی یه جورایی مثل میگفتن اونجا پارک میکردن. درسته. و اگه کتابای زکریا سیچین میخونی که البته من این رو بگم، زکریا سیچین دانشمندی بوده که 30 سال از زندگیش رو بر روی مطالعه و ترجمه متون سومریان فوق قدیمی کلن صرف کرده و حالا اینو برای اون دسته از عزیزانی من گفتم که شاید تا حالا اسم زکریا سیچین رو نشنیده باشن و اسم ایرانیش هم هستش زکریا سیچین. بهشون حق هم میدیم چون کتاب فارسی نداره، کتاب فارسی نداره، کتابش حق ترجمه داخل اینا رو نداره. حالا شاید یه روزی هومن اومد ترجمه کرد، اگر فرصتی نسته اون بشه چرا که نه. خب حالا زکرشی، حالا البته نویسنده های دیگه هم هستن که میتونم اسم ببرم، به اسم کریستوفر دان، یکی از نویسنده های معروفی که در این زمینه کتاب نوشته، مثلا گیزار پاور پلانت که خیلی توضیحات جالبی هم داره که میگه که این سهرم در از پاور پلانت هن، یعنی از اینا برق میگرفتن، یعنی یک نوعی که از
مگنافیلدی داره که میتونن ازش برق تولید بکنن و استفاده میکنن و کی خدایان اون زمان و حتی میشه گفت آدمای مثلا مال نسل اتلانتس. حالا رفتیم به اتلانتس رسیدیم که شهر زیرا اونم که یه پادکست خیلی جالب در رابطه اتلانتس هم خواهیم داشت. میتونیم هم به اتلانتس ربطش بدیم هم میتونیم به آدمایی که از دنیای دیگه یا از کره دیگه اومدن به زمین ما. بعد یه کتاب دیگه هم داره البته نگفته نماند، Voice of Rocks. به فارسی چی میشه؟ صدای صخره ها، Voice of Rocks. Rocks داره صدای صخره ها یا سنگ ها، یعنی مثلا اگر سنگ ها صدایی داشتن و باهات صحبت میکردن گفتنی های زیادی داشتن و خیلی کتاب جالبیه. در البته داخل Voice of Rocks درباره تاریخ همین هرام مصر میگه و سفینکس که چرا عمرش بیشترش 5000 ساله، برای چی امکان داره 13000 سال عمر داشته باشه و به خاطر اون قسمتی از سفینکس است که آب میگه جمع شده بوده و تنها زمانی که آب بوده در اون زمان بوده. بله درسته. البته با توجه به این مسئله که شما الان داری بهشون اشاره میکنی، من یه مسئله برام سوال هستش و البته خب جوابش جلوتر دادی. خب به هر حال دولت مصر اجازه نمیده که باستانشناسان برن اونجا تحقیقات آزادانه انجام بدن، چون ما الان با تکنولوژی که داریم با تابوندن پرتو رادیواکتیو روی یک جسم میتونیم کاملا تاریخ نگاری بکنیم اون جسم رو، هم اون همینطوریم عکس برداری هم بکنیم. خیلی از جایی که قایم شده و نمیتونیم با چشم، میگن نیک چش، یعنی غیر مسلح، آره میتونیم، نمیتونیم ببینیم، با عکس برداری میتونیم ببینیم، با اکس رای میتونیم ببینیم. آره خیلی راحت، هم عکس برداری منظور همون اکس رای بوده. درسته. مثلا بازم رفتیم در یه جای دیگه، شخصی به نام ادگار کیسی که در ایران فکر نکنم زیاد مشهور باشه و خیلی دربارش بدونن، که حتما در مورد ادگار کیسی هم باید صحبت بکنیم. درسته. یه پادکست تقدیم ایشون میدیم. ادگار کیسی بهش میگن سلیپینگ پروفیت، پیامبر خوابیده، یا چرا دلیلش هم بهت میگن چرا اسمش سلیپینگ پروفیت بود، بخاطر اینکه خواب میدید و در خواب چیزایی میدید که در الان در حال حاضر انسانیت نمیدونه یا اختراع نشده. مثلا لیزر رو گفته بود که فلانی روز اختراع میشه و شهر اتلانتس رو در خوابش دیده بود. خیلی چیزای دیگه که درباش خواهیم صحبت کرد. یکی از چیزایی که صحبت کرده الان تا حالا خیلی چیزاش میشه گفت یا همشون یا خیلی هاشون واقعیت پیوسته، آره، ولی بقیه‌اش هم میشه گفت که هنوز وقت هست که به واقعیت بپیونده. یکی از چیزایی که خیلی مهم بوده که در کتاباش درباره همین سفینکس نوشته، همون مجسمه اسم ابوالهول، آره، نوشته که یک رازی از درباره انسانیت هستش، درباره نسل انسانیت هستش که ما چطوری از کجا اومدیم و چی به چی شده همه اینا. و اگه اشتباه نکنم زیر دست همون مجسمه، زیر دست چپ که بدن شیر داره، یه چمبری هست یا یه اتاقی هستش که در داخل اون اینفورمیشن هایی هست، کتاب هایی هست یا هر چیزی هستش که یه روزی واز میشه و دو تا مرد و یک خانم هم هستن. حتی اینم پیشبینی کرده که این سه نفر میرن بالاخره اینو واز میکنن و این میرنش بیرون. و خیلی سوالاتی که ما جوابش نداریم خواهیم گرفت. یه چیز جالب دیگرش هم که هستش، حالا زمانی از این دنیا رفت که این خبر جدیدی که چندین سال پیش اومد داخل اخبارا رو نتونست بشنوه، این خبر این بود که از روی همین مجسمه عکس برداری کردن، همون اکسری که شما میگین، و دیدن واقعا زیر دمون دست چپ یا راست هر کنشه که آقای زکریا چی ذکر کرده بودن، ادگار کیسی، بخش، آره، ادگار کیسی که گفته بودن زیر همون دست یک نوع چیزای هستش که شبیه یک اتاق، شبیه یک اتاقه. بله. و حالا شما، آیا شما سورپرایز هستین که ایجپت هنوز اجازه نداره کسی بکنه یا دست بزنه بهش؟ خب من در وهله اول به کشور مصر این حق رو میدم که از آثار باستانی چندین و چند هزار سالش محافظت بکنه. خب آیا من میتونم واقعا بگم که شما مثلا از یک کشور دیگه بیاید مثلا و اینجا هر کاری دلتون میخواد بکنه؟ چون من خودمونم که میدونیم یه سری از
تحقیقات باستانشناسی به هر حال به اون اثر باستانی ضرر میزنه، لطمه میرسونه. آره، مثل مثلا نازکا لاینز. نازکا لاینز اونم بعد در روش بعد هم صحبت کرد. ارک وان دانکن نویسنده کتاب عرابه خدایان میگه که این نازکا لاینز فقط شکلایی نیستن که در صحرا به وجود اومده یا کسی درست کرده، خیلی خاصیات بیشتری داره، بعد زیرشو بکنیم و ببینیم زیرش چیه. درست. و اجازه نمیدن. حالا اونو من بهش حق میدم، ولی همچین چیزی که مثلا یه کسی مثل ادگار کیسی مثلا پیش بینی هم کرده و همه چیزاش تا حالا راست بوده، مثلا بیماریایی بوده که گفته فلان کاری بکن و مشکلت حل میشه، همین الان مردم میتونن برن داخل وبسایت آقای ادگار کیسی و خیلی بیماریایی هستش که میتونی بخونی و چیکار بکنی و حل میشه. بیماریه که مثلا امروز به شما قرصایی میدن که فقط پنهانش بکنه، یعنی نه که معالجش بکنه. معالجه نمیکنه، فقط پنهانش میکنه. ولی در وبسایت ادگار کیسی بخوای بخونی قشنگ خیلی جالبه. خب حالا میگیم شاید اصلا ادگار کیسی رو مثلا ایجیپتولوژیست سال اصلا نشناسن، مثل شناسن. آره شاید اصلا نشناسنش، ولی این عکسی که گرفتن زیر این دست یه چیزی که هستش که غیر معمولی هستش، چرا حالا از زیر بکنن بیان بالا اصلا به مجسمه هم دستی نزنن؟ درسته، ولی اگه مجسمه تخریب بشه چی؟ درسته، ولی خب به نظر من ریسکی که باید بگیری. خب به هر حال دولت مصر، ببینید من میخوام یه مثال ساده برات بزنم. مثلا برفرض شما گوشی اسکرینش ترک داره، درست، من میگم که آقا بده من درستش بکنم، میگه آقا من نه پول دارم گوشی بخرم و نه الان موقعیت دارم که گوشیمو عوض بکنم، تو اگر الان دست به اسکرین گوشی من بزنی و گوشی من کاملا کار بیفته من دیگه نمیتونم هیچ کاریش بکنم، این همینجوری شکست بزنه بمونه. به هر حال قبول دارم حرفتو، مقداری خودخواهی پای قضیه خوابیده و باستان شناسان حتما علم این رو دارن. استادی دارم اسخای میکنم، باستان شناسان حتما این علم رو دارن که یه جوری بیان و وارد بشن که اون اثر باستانی تخریب نشه. اما خب میگم یه مقدارش هم شاید ترس مردم باشه، یعنی چیزهایی رو پیدا میکنن نمیذارن منتشر بشه که مردم دچار ترس و واهمه نشه. حالا امروز ما یه تایم کپسولای داریم که به فارسیش نمیدونم چی میشه. تایم کپسول یعنی شما یه کپسولی درست میکنین که ضد جنگ باشه، ضد آب، ضد همه چیز هستش، درست میکنی و در داخلش چیزایی میذاری که مثلا شاید یه اتفاقی بر زمین افتاد، شاید 200 سال بعد بخوان همچین کپسول رو وا بکنن. خب یا مثلا یه شهردار میادش یه کپسول میذاره، مثلا میگه که 30 سال بعد این کپسول وا بشه، بعد وا میکنن کپسول و چیزایی که مال 30 سال پیش بوده میارن بیرون، مثلا یه رفته فلاپی دیسک آورد بیرون و اینجور چیزایی که 30 سال پیش رو مود بوده الان دیگه رو مود نیست میارن بیرون، چیزای جالب. حالا کپسولای هم هستش یا مثلا جایی هستش که همه اینفورمیشن رو میذارن که اگر یه اتفاقی افتاد نسل بعدی بتونه دسترسی داشته باشه. آیا اگر همچین چیزی زیر دست این مجسمه باشه که ما نمیدونیم که هست یا نه، یه تایم کپسولی باشه که گذاشتن که بالاخره یک روزی ما دست آیندگان بهش آره. برسه و اینم بدونن که حتما زمانی به در ما خواهد خورد که حداقل تکنولوژی اکس‌ری داشته باشیم که اکس‌ری رو گرفته باشیم و بدونیم که زیر دست این همچین چیزی هستش، ولی به غیر از اون که کسی نمیره زیر دستشو بکنه. درسته؟ درست. پس چرا همچین چیزی شاید یک اومی بوده یا یه حالا برمیگه با آدم های فضایی بوده که مثلا گفته که حتما یه زمانی میادش که اینا میتونن دسترسی به همچی چیزی داشته باشن، به همچی تکنولوژی، اون زمان بهترین زمانی که این کپسول وا بشه. آیا شما حاضری که همچین ریسکی بگیری که همچین چیزی رو وا نکنی یا ریسکی بگیری مثلا حاضری مثلا دست خراب بشه ولی جوابتو بگیری؟ باز میگم برمیگرده یه مقداری همونطور که عرض کردم به خودخواهی دولت و مردم مصر و البته من تا حدودی بهشون حق میدم، چون من خودم به شخصه عاشق آثار باستانی مملکت خودم هستم. خودخواهانه نه، اگه من باشم شاید مثلا اجازه ندم، ولی شاید اگه تو باشی در رو باز کنیم یا آقا باستان شناسان بیان و مثلا بیان به تحقیقاتشون برسن. نه اگه دلیل خاصی داشت، دلیل خوبی داشته باشی، اویدنس خوبی داشته باشی، باید خیلی کارا رو که خیلی ریسکا رو باید
پذیرفت. آره باید هم چی کاری بکنیم. مثلا کره ماه که کسایی که میفرستن ریسکش خیلی بالاتره تا اینکه بخوای همچی کار بکنین. کره ماه فرستین هر لحظه امکان داره تا از اتمسفر ما رد نشه انکار انفجار داره و آدمایی هستن در داخلش که میمیرن، امکان داره میمیرن و همشون خانواده. آره هزار تا ما هم انسانایی هستیم که همیشه ریسک پذیرفتیم، باید بپذیریم. باید و من متوجه این اتفاق در آینده خواهد افتاد. یعنی یک روزی میشه که حالا شاید ادگار کسی یه دفعه دیدی دو نفر تا مرد و یک زن رفتن وا کردن و گفتن فلان چیز اومده بیرون. شاید خود مردم مصر باشن، کسی نمیدونه. آره حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم. ملتی که در ساختن هرمای مصر ساخته شده، میدونستی تا به حال نمیتونیم ما درست بکنیم؟ میدونیم چه کمیکالی هستش، کمیکال کامپوننتش رو میدونیم ولی نمیتونیم درستش بکنیم و از سنگ هم سفتره و تا به حال استاده و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. و آره هم این هم هرمای مصر ضد زلزله هستن، یعنی زلزله بیاد هیچ اتفاقی براشون نمیفته، طوری که مهندسی شده، طوری که وایستادن از بالا به پایین و طوری که زیر بناش هست و ضد گرما، یعنی اگه مواد مذاب هم بیاد رد بشه هیچ چیش نمیشه. خب نمیدونستم. آره دوباره برمیگنیم به همین، چرا این همه زحمت بکشی، این همه مهندسی دقیقی داشته باشی وسط کره زمین، دقیقاً وسط کره زمین، نقطه استقل زمین، آره، رابطه به ستاره‌های مخصوص، ضد زلزله، فلانی متریال ملاتی بیا استفاده بکنی که بدونی که ملاتی میخواد استفاده بکنی که بدونی نمیخوای که این مهندسی از بین بره، میدونی که هر چی بشه، زلزله بشه، سیل بیاد، هر اتفاقی بیفته، این سه تا هرم یا استراکچر باقی بمونه. چرا؟ فقط به خاطر که یه قبره؟ خب نه، رازهای دیگه پای این قضیه خوابیده. و متاسفم چون که میدونم خیلی ها، خیلی ها شاید هم نه، شاید چندین نفر حداقل خیلی بیشتر از ماها و کسای دیگه میدونن. حالا مثلا کتابای زکر سیچین اگه شما بخونین درباره این رابطه خیلی چیزای جالبی، البته همین چیزایی که ما میگیم ولی یه جوری خیلی با اوینسای بیشتری جلو میره. مثلا داستان شاه گلگم به اسم نام گلگمش، به فارسی گلگمش، فکرم گلگمش میشه، که برای از مادرش میپرسه. آخه گلگمش یه شاه خیلی قد بلند و قوی بوده چون که پدرش یکی از خدایان بوده و مادرش انسان بوده، بنابراین گلگمش میشه نصف خدایان و نصف انسان. به فارسیشو نمیدونم چی میشه، درست از مادر، ولی میدونه که یک روزی چی به خاطر دلیل نصف انسان بودنش خواهد مرد. از مادرش میپرسه، میگه که مادر من چطوری میتونم تا آخر آخریت یا تا همیشه زنده بمونم، ابدیت زنده بمونم مثل خدایان، مثل پدرم اینا. و مادرش میگه که اگر میخوای مثل پدرت و بقیه خدایان تا ابد زنده بمونی باید بری تا همون پایگاهی، حالا اینا رو من دارم به زبون معمولی میگم، درسته، راحت باش، باید بری همون پایگاهی که خدایان میان و میرن و منظورش همون هرم مصر، اهرام مصر بود. بله. که الان بعد خوب کتابا رو بخونیم که ببینیم کجا به کجا، چرا اهرام مصر بود. و گلگمش میگه من همین کارو میکنم، حالا من اگه میخوام بمیرم پس در همین راه میمیرم. و مادرش خیلی باش صحبت میکنه، میگه که نرو چون که میمیری. خیلی میدونسته تکنولوژی بالا بوده و حفاظت شدیدی میکردن از این هرم مصر چون که محل هواپیما ایناشون بوده دیگه، یعنی محل رفت و آمدشون. آره رفت و آمد. بعد محل رفت و آمد کیا بوده؟ خدایان کیا بوده؟ خدایان. حالا بعد دیگه خیلی موضوع طولانی میشه چون که بعد از اول منظور آدم فضایی هست؟ آره اوکی. چون که بعد میریم برگردیم دیگه. آره بعد برگردیم بریم که چرا خدایان اومدن و نظریه های خاص
نویسنده های مختلف و بعد بعدن در پادکست های مختلف بگیم. حالا بعد یه جواب گیلگمش که خیلی معروفه تا به امروز این بود که من اگر برم و حتی مردم بشم کشتم بشم حداقل مردم به این یادشون میمونه که the one who tried، یعنی کسی که سعی خودشو کرد و میره و در راه با یک البته گیلگمش یکی از نوکری داشته که اگه شما دیسکریپشنشو بخونید توضیحاتشو بخونی دقیقاً یک ربات بوده و با گیلگمش میره و در راه با یک ربات دیگه در میافتن که به اینا شلیک میکنه، به گیلگمش و این ربات شلیک میکنه و گیلگمش برمیگرده بعد دوباره سعیش میکنه و دوباره میره و دومی بار که میره کشته میشه و یه پول قدیمی هم هستش اتفاقا، نه تنها یه پول، چندین پول قدیم پیدا کردن که این محله پرواز و اینا رو قشنگ روی پولشون بوده، خیلی چیز جالبی هم هست. بالاخره گیلگمش نمیرسه و طبق گفته های سومریان که البته یعنی در واقع من یه سوالی دارم الان، یه مقداری من بحث رو گم کردم، گیلگمش قصد داشته که به محل بنای اهرام ثلاثه مصر برسه، درسته، که بتونه پرواز کنه و بره در در کره که محل زندگی خدایانشون، بله، که عمر جاویدان پیدا کنه که اینطور. البته ببین آرش، حالا ما داشتیم در مورد نیبیرو هم صحبت میکردیم، نیبیرو همون سیاره ای که سیاره 12 هم به طبق گفته زکریا سیچن یک سال این سیاره میشه 3600 سال. ما شما حالا اگه بخواید عمر بکنی مثلا 100 سالت در اون سیاره چقدر هست؟ پس بنابراین هم این هم عمر طولانیه و فکر بکنم مثلا یک شخصی مثل انیشتن اگر بتونه این همه سالها عمر بکنه چه چیزای دیگه اختراع خواهد کرد، چه کشفیات دیگه ای خواهد داشت. دقیقاً. پس چقدر تکنولوژیشون پیشرفته تر باید باشه. درست. مثل امروز الان دکترایی داریم که دارن سر یک آدم فلج رو دارن روی بدن سالم میذارن و هنوز اتفاق نیفته ولی قرار اتفاق بیفته. دارنش کار میکنن، بله. اگه همچی چیزی بشه انقلابی در عرصه پزشکی اتفاق میفته. دیگه خیلی خیلی چیزا عوض میشه به قول خودت. خب پس اینو بدون ما که در زمان کوتاه اینقدر پیشرفت کردیم، البته برای خودمون حالا فکر میکنیم خیلی پیشرفت کردیم، جاهای دیگه که این همه سالای طولانی دارن چقدر پیشرفت بیشتری دارن. درسته. البته من یه توضیح کوچیکی بدم، منظور آرش از این در واقع نکته آخر این بودش که سیاره 12 هم یا سیاره نیبرو طول مدت زمانی رو که دور خورشید میچرخه، سیاره 12 منظومه شمسی 3600 سال زمینی هستش. من این نکته رو گفته باشم که در واقع یه جوری سررشته قضیه رو گم نکنیم. این نکته. و نکته ای که من میخواستم در مورد اهرام ثلاثه مصر، یعنی در واقع من به بحثمون برگردم، این هستش که آرش من هرچی که شما بیشتر صحبت میکنیم بیشتر یه ورم هول یا مثلا یه کرمچاله میاد توی ذهنم، یعنی مثلا احساس میکنم که شاید در این نقطه یه کرمچالهی وجود داشته باشه که اینا تونستن زمان رو دور بزنن یا مثلا بتونن از این دریچه بتونن رفت آمد داشته باشن. شما فیلم استارگیت دیدی؟ فکر نکنه. استارگیت فیلم قشنگه اتفاقا، ولی حالا نظر شخصی من آره. هیچ تخیلی پاش نخوابیده. آره ببین اتفاقا همین تخیلات هستش که به قول انیشتن فارسیش دقیقا نمیدونم، میگه ایمیجینیشن از همه چی بالاتره، مقام بالاتری داره. کسایی که فقط فکت رو یاد میگیره مهم نیست، و حتی یاد بگیریم که بتونیم ایمیجین بکنیم، تصور بکنیم. دقیقاً. خیلی چیز قشنگه فیلم استار، اگه همچی نظریه داری حتما میگم فیلم استارگیت رو بگیر نگاه بکن. درست. خیلی فیلم جالبیه و به شنوندگانم این توصیه رو میکنم، چون خود ما هم هنوز نتونستیم یک ورم هول یا یک کرمچاله درست بکنیم. من ولی توضیحی بدم، کرمچاله یک فقط و فقط یک نظریه است، یعنی یک تصوره به قول آرش که ما بتونیم به جای اینکه مثلا برفرض از زمین بریم به مریخ، چون طبق نظریه انیشتن زمان و فضا
به صورت همپارچه هستند و ما اگر بخوایم از یک نقطه تا نقطه بریم باید فاصله زمانی رو طی بکنیم. اما انیشتن نظرش یا تصورش برخلاف این قضیه بود. انیشتن گفتش که آقا ما چون اینجوری هستش ما میتونیم یک میونبری درست بکنیم به جای اینکه مثلا برفرض 100 سال نوری بخوایم یک مسافتی رو تا مسافت دیگه طی بکنیم، میتونیم مسافت رو با پدیده ای به نام کرم چاله یا همون ورم هول در عرض 2 ساعت طی بکنیم و حتی نه با سرعت نور، با سریع‌ترین وسیله نقلیه‌ای که با سریع‌ترین سفینه‌ای که داریم. این توضیح در واقع کرم چاله بود که من می‌خواستم اضافه بکنم که عزیزان متوجه بشن که کرم چاله اصلا دقیقاً چی هستش. حالا من این زبان ساده‌تر هم توضیح بدم. شما میتونید یک کاغذ بگیرین، یک ورش یک دایره بکشین، داخلش پررنگ بکنین و یک ور دیگه کاغذ هم دوباره یه دایره بکشین و پررنگ بکنین و این کاغذ رو به هم دیگه بچسبونین تا این دایره ها چی به هم دیگه بخورن، متقارن بشن. پس بنابراین چیکار کنین؟ به جای اینکه روی کاغذ یه خط بکشیم از این دایره به اون دایره، دقیقاً ما اومدیم دو نقطه رو چسبوندیم به هم دیگه. آره، یعنی اسپیس و تایم رو بند کردیم، یعنی دلاشون کردیم. درسته. و اینطوری خیلی تا کردیم. درسته. من خیلی دوست دارم درباره این اهرام مصر. پس چرا اول گفتی هرم تکیه اهرام جمعه. خیلی زیاد صحبت ها هستش اصلا، ولی میترسم در رابطه هر کدومش صحبت بکنم چون که وقتم زیاد نداریم، البته 10 دقیقه وقت داریم، ولی خیلی خیلی چیزای زیادی هست. مثلا در زمان خودش اهرام مصر بلندترین مهندسی که انسان ها ساخته بودن. این هم یه چیز دیگه، چرا بلندترین، چرا اینقدر بلند و بزرگ؟ درست، نمیتونه دلیلش فقط قبر باشه، نمیشه اصلا. خب یه چیز دیگه هم که گفته بودن جاه طلبی خوفو رو گفته بودن که چون به هر حال خوفو میخواسته یک چیزی بسازه که هر کسی نتونه این کارو بکنه، چون جاه طلبیش بوده و چون در سن جوانی در واقع به حکومت میرسه، خب وقت رو در اختیار خودش میده که بخواد و بیاد یک بنای بسیار عظیم که چندین و چند برابر، خب ما میدونیم ساختمون امپایر استیت بلندترین ساختمون جهان بوده تا همین چند سال پیش، چندین و چند برابر، رقم دقیقش رو نمیدونم، ولی چندین و چند برابر ساختمان امپایر استیت مصالح فقط برده. الان در 2016 الان چیز کردن که ببینن اگه بخوایم با تکنولوژی امروزه که حالا خیلی ارزون تر باید بشه، چون که یه کامیون هم کامیون بزرگ هست که درخ هم میکنن. درسته. خیلی چیزای سنگین، خیلی راحت تر هستش جلسه. آره. های بسیار عظیم و جسیم اگه امروز بخوای بسازی، حالا من نمیگم همون اتفاقاتی که در اهرام مصر میفته اتفاقات افتاد، ولی اگه بخوای هم شکلش رو درست بکنی 5 میلیارد دلار هزینه میبره. 5 میلیارد دلار، ولی فکر نمیکنم هیچ قبری به این گرونی باشه. بعد چیز جالب دیگه هم هستش، نمیدونم فیلم فکرم 10,000 BC بود، 10,000 سال قبل از تولد مسیح، که نشون داده بود که مثلا چطوری اینو درست کردن اهرامای مصر رو. و مهمترین چیز در اون فیلم این بود که این اهرامای مصر به طریقه فیل‌های قدیمی که پشمالو هم بودن، ماموت بله ماموت ساخته شده. و دلیل اینه که این حیوانات رو استفاده کردن بخاطر که بتونن ببرنشون بالا، چون که سنگا خیلی سنگین بوده و 100,000 نفر خیلی کم تعدادی آدم بوده که بخوان این سنگا رو بتونن ببرن بالا و از اونجا بتراشن و بیارن، و زیادتر از این هم نمیتونه آدم باشه، چون چقدر آدم میخواد جا بکنی اونجا. درسته، ولی من در انتهای صحبتهای تو یه چند نکته کوچیکی که در واقع میخواستم بهش اشاره بکنم این بود که در نزدیکی اهرام مصر دهکده پیدا شد بعدها که زیر شن صحرای
گیزا پنهان شده بود در گذر زمان. و اینجا سکونتگاه یه دهکده بود که اینجا سکونتگاه کارگرانی بود که اونجا کار میکردن. یه نکته ای که هست، شاید ما مثلا ببینیم که توی بعضی از فیلم ها مثلا مثل ده فرمان، مثل سریال حضرت یوسف و و و و این بوده که بردگی در این فیلم داره به نمایش گذاشته میشه. این کاملا به عقیده من غلطه. کارگرانی که در اونجا کار میکردن با افتخار کار میکردن، یک با افتخار این کار رو میکردن، چون فرعون رو فرعون خدای مصر و خدای در واقع سرزمینشون میدونستن. یه نکته. نکته دوم بوده که اونها باید به دولت خراج میدادن و مالیات میدادن و اونها چون به حال پول زیادی نداشتن تقبل میکنن که مقداری از سال رو بیان برای دولت کار بکنن. به هر کارگر در هر روز 10 قرص نان و 2 تنگ عسل به عنوان غذای روزش داده میشد. دکترهای فرعون اونجا در محل بودن که وقتی انگشت پایی اگر زیر صخره میموند له میشد سریعا درمان میکردن، دستی اگر له میشد یا دچار شکستگی میشد سریعا درمان میکردن. و خدمتتون عرض بکنم که همونطور که عرض کردم دهکده‌ای هم بوده در نزدیکی اون شهر که اونها اونجا سکونت میکردن. خب چون که همان جان وقت کمه، میخوام یه چیزایی رو سریع بگم و در رابطه به پادکست های آینده هم یه خورده توضیح بدم. همونطور که در مصر ما همچین اهرامایی میبینیم یا پیرامیدهایی میبینیم، در جاهای دیگه دنیا هم هستش، مثل ایران، سودان، چین، ایتالیا، مکزیکو، اندونزی، خیلی از جاها هستش که نمیدونم باور میکنین یا نه، مهندسیشون میشه گفت دقیقاً یک نوع بوده. و برها در پادکست های بعدی که صحبت میکنیم و میتونیم شباهات زیادی که با همدیگه دارن رو بیشتر توضیح بدیم. یک این، و یه نکته دیگه که میخواستم بگم این بود که چون وقت کمه سریع میگم که در کره مریخ هم مهندسینی که پیدا شده که این مهندسی نه یعنی سازه‌ای پیدا شده که شباهت بسیار زیادی به اهرام مصر داره و حتی جایگاهی هم که قرار گرفتن با جایگاهی که روی زمین هستش مطابقت داره تقریبا، و ستاره ها، ستاره هایی که در اول در باش صحبت کردیم، یعنی هم جایگاهی که رو کره مریخه با زمین یک جا و اون ستاره در یک خط هستن. درست. خیلی چیز جالب، عکساش هم در پادکست ما هست و در آینده در وبسایت ما هم خواهید دید. خیلی جالبه. حالا ما که روی کره مریخ نیستیم که بتونیم دقیقاً 100% بگیم، ولی عکسایی هست که از دور گرفته شده و یه عکس چهره هم هستش نزدیک همون اهرامایی که مثل اهرامای مصر که در روی کره مریخه، یه عکس چهره هم هستش که مثل کوه مانند یه چهره درست کردن که درباره اونم خواهیم صحبت کرد و خیلی شباهت زیادی هم به ابوالهول داره. ابوالهول داره، بله. که حالا به قول من تیزر بدم که ایشون شخصی به نام مردوک بودن، نه ببخشید آلالو بودن، اسمشون آلالو بود که در آینده درباره صحبت خواهیم کرد. همان جان پادکست در خدمت شما. خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد یک برنامه که ما در آینده خواهیم داشت. اسم برنامه هستش ساعتی با ادب و هنر ایران، که من خودم ماهی یک بار تلاش میکنم که این برنامه رو خودم شخصا تهیه کنندگیشو به عهده بگیرم و در خدمت شما هستیم. و من در مورد از ابتدا تا انتها تا در واقع قرون معاصر در مورد شعرهای ایران زمین با شما صحبت خواهم کرد. و در مورد هفته آینده، آرشتن اگه موافق باشی، من نکته‌ای که جامعه ایران به شدت داره درگیرش میشه رو دوستان در موردش صحبت بکنم، بیماری HIV یا AIDS، که انشالله بتونم اطلاعات خوبی رو در خدمت عزیزانمون باشیم. باشه، موافقم عزیزم. پس از همینجا با شنوندگان عزیز
دستشون میبوسیم و تا روز دیگر. خواهش میکنم، تشکر میکنم از اینکه یک ساعت از وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. تا برنامه دیگر، بدرود.